با فرا رسیدن موسم زیارت اربعین شهادت سید الشهدا علیه السلام با وجود تمام سرکوبها، خفقانها ها و محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت آل خلیفه شیعیان بحرین نیز برای شرکت در زیارت اربعین سر از پا نمی شناسند در این راستا منابع بحرینی اعلام کردند که دولت کویت امکان عبور 3000 بحرینی را از گذرگاه مرزی عبدلی فراهم کرده است و البته این ظاهران پس از یک شب قامت در مرز و با تاخیر فراوان توانستند از این مرز عبور کنند. هدیل بوقرز از فعالان حقوق بشر کویتی از عدم برنامهریزی در مرزهای کویت برای پذیرایی از تعداد فراوان زائران و مسافران بهرینی انتقاد کرد و در یک توییت نوشت گزرگاه های مرزی ما مانند هر سال در پذیرایی از مسافران و زائران اربعین ناتوان است و شکایت هایی به دست من رسیده که بسیاری از زائران و مسافران در مرز عبدالی باید زیر آفتاب روز و سرمای شب روی زمین بنشینند و منتظر اجازه عبور از مرز باشند. او افزود این اتفاق هر سال رخ می دهد و متاسفانه اشتباه و ناتوانی حکومت کویت نیز هر سال تکرار می شود. این فعال حقوق بشر ادامه داد با وجود این ناتوانی و نارسایی در مرزها امسال حتی مسافرخانه هایی که در مرزها خدماتی به مسافران ارائه می دادند شدند و مردم ناچارند ساعتهای طولانی منتظر خروج باشند. شایان ذکر است این تنها مشکل شیعیان بهرین در سفر به کشور عراق برای شرکت در زیارت میلیونی اربعین نیست و آنان در هنگام بازگشت نیز با مشکلاتی فراوان از جمله برخورد غیر انسانی نیروهای امنیتی این کشور روبرو رو خواهند بود.